خوش اومدین به کانال لذت شطرنج. امروز باز هم میخوایم بازی کنیم، اما این بار بازی های سریع و نه بلیتس و برق‌آسا، که میخوایم بازی های یکم آموزشی تر باشه، بیشتر بتونیم حرف بزنیم و منم حقیقتش یکم خستم، زیاد فکرم سریع نیست که بتونم بازی سریع رو بلیتس رو الان انجام بدم و میخوایم ملو بازی کنیم، ملو گزارش کنیم، بریم بازی ها رو با هم دیگه انجام بدیم. خب پلی آنلاین رو میزنم و این بار دیگه 3 دقیقه 2 ثانیه نمیزنم و میریم سراغ 10 دقیقه بدون فیشر دیگه. این بار بدون فیشر بازی میکنیم و مقابل یه حریفی ظاهرا میتونم این رو دیگه بیشتر از این نمیتونم بزرگ کنم. خب حریف ما تامر آرت جی جی هست، E4 رو بازی میکنه، C5. این رو هم جالبه که جزء بلیتس داره حساب میکنه این بازی رو هم، و خیلی عجیبه. خب دفاع سیسیلی رو داریم و من این شاخه رو بازی میکنم و حالا حرکت D6 به سیسیلی کلاسیک مشهوره از توی C6 E5 میریم جنگ بر سر مرکز رو انجام میدیم. با این حرکت D5 و D6 یکم ضعیف میشن، ولی خب سیاه فعالیت سوارهای خوبی رو داره. قله حالا فیلی 6 از D5، یعنی بلد شاخه رو، یعنی تا حدودی شاخه رو بلده. خب من اینجا چجوری ادامه بدم وقتی این بلده؟ فیل در D5 میتونم بزنم، بعدش کار دیگه ای بکنم، رخ C8 هم دارم. خب حرکت است D5 بزنم از B4. خب میذاریم C8 فعلا، مشکلی ندارم با زدن این، ببینم چطور ادامه میده. الان دارم فیل در D5 میزنم، باید خیلی حواسمون باشه که اس در D5 اصلا نداریم، چون با این میزنه چنگال میگیره و یه سوار از دست میدیم. خب اینو که بردارم، میخوام با فیل D5 رو بزنم، اس در D5 ندارم، با فیل میتونم بعضی وقتا D5 رو بزنم، اونم میتونه الان به فکر 3-4 و اینها باشه. خب گذاشت که این کار رو بکنیم، حالا ببینیم چی میشه دیگه، بریم انجام بدیم. یه طرح جالبیه، اس میاد B4، ایشون هم C4 میکنه، منم A5 میکنم، بعد این اس میاد A6 میره A5، بازی جالبی میشه. حالا باید ببینیم ادامه چی میشه. قبلا بازی های شبیه این رو داشتم. خونه سیاه رنگ رو میخوایم بگیریم، وزیر رو گذاشت D2 که حمله کنه، ولی خب A4 رو دارم، زیاد وزیر D2ش به نظر من جالب نیست، چون A4 رو دارم خیلی جالب نیست. اسب رو اومد A5، واقعا دل شیر داره، اسبش اینجا گیر نکنه خوبه. وزیر رو بذارم اینجا، همینجا فیل D8 اینا میتونم بازی کنم. طرحش اگه جواب بده خوبه، ولی خب اسبش گوشی صفحه گیر کرده، یه B4 داره میتونه خب، ولی پیاده های جناح وزیر خودش رو ضعیف میکنه. من که همون فیل D8 رو میام در ادامه، از C5 شاید اولی از C5 برم، بعد فیل D8 که B4ش هم بگیرم. حالا ببینیم چطور بازی میکنه. وزیر D2 اسب A5ش رو زیاد دوست نداشتم. خب اسبم بذاریم C5 که یکم، حالا فعلا اگه الان فیل D8 بازی کنم B4 رو داره، بازم وزن خوبه، ولی از C5 خوبیش اینه که الان فیل D8 B4 رو میتونم بزنم، آنپاسان کنم. خب تامر آرت جی جی، سیاه وزش بهتر شد، درسته دو فیل داره، ولی این فیل E2ش اصلا مهره خوبی نیستش. الان هم باید خیلی مواظب باشه که همین الان بازی رو نبازه، باید وزیر C3 چیزی بازی کنه، احتمالا وزیر C3 رو بازی کرد. خب این یعنی خیلی هم ضعیف نیست، ولی الان رخ A8 میبره بازی رو، رخ A8 B4 حالا تمومم نمیشه، فیل D8 B4 میزنم، با اسب میزنه رخ A8م اوکی، هیچ کدومشون فوق‌العاده نیستن واقعیتش، ولی خب رخ A8 رو میریم، چون نه تهش مشکل اینه که فیل در C5 داره، اگه فیل در C5 نداشت مشکلی نداشتم. B4 که میاد دارم اینو حساب میکنم، B4 با پیاده آن پاسان میکنم، با اسب میزنه، بعد من با رخ پیاده آسر رو که میزنم فیل در C5 داره، ده در C5، حالا سیاه یکم بهتره ولی نه زیاد.
شاید هم داره به فیلد دو فکر میکنه که امیدوارم به همین فکر کنه، چون این خیلی حرکت بدیه فیلد دو. چرا بشی؟ آه بشیش از سه شیش داشت. بله فهمیدم که چرا بشیش نکردم. خب باید بزنم دیگه، این معطلی نمیخواد. میتونم هم اسبمو بذارم ده هفت اینجا، بعد رخا یک میکنه. چرا پیاده مفتی رو نزنم؟ بس اینه، پیاده مفتی رو بزنیم، مشکلی نداره. چرا اینجوری بازی کرد؟ خب این خوب نبود، باید فیل در سه پنج رو میذارم. چون الان از ده هفت که بازی میکنم دیگه خونه سه پنج هم حمایت کردم. خب میتونیم رخ هشت هم بیایم. نمیشه الان مهره ای چیزی بگیریم؟ فکر نمی کنم. خب بریم آهشت. بازی دست سیاه دیگه، این بازی دست سیاه و داریم از این آشمزی استفاده می کنیم و از سر سه پنجم بزنه پس می گیرم. گفتم بازی امروز یکم ملوه، گزارش ها یکم ملوه و بیشتر جنبه آموزشی داره. خب حریفم رخ آچار ندارم، حریف تا گفتم حریفم یه حرکت عجیب دیگه بازی کرد. رخ آچار، وزیر به پنج، بازم نمی بازه. حالا شانسش خوبه، وقت داریم یکم فکر کنیم. رخ آچار، وزیر به پنج، اوکی. چیز خاصی نمیبینم اینجا. یه بشیش فعلا بازی کنم به نظرم، چون که نداره از در سه پن بزنه. با پیاده میزنم وزم خیلی خوب میشه. فعلا یه بشیش بازی کنم که پیاده به هفتم بعدا زیر ضرب نباشه. خیلی هم حرکت خوبی نبود بشیش واقعیتش، ولی خب چون وضعیت فعلا پایداره، حالا میتونم بعدا رخ آ2 بازی کنم. این رخ هر زمان یه اچیش هم خوبه اینجا دیگه، یه اچیش هم اینجا خوبه. همینطورم در ادامه فیل جی 5 رو بازی کنم، این فیل خوبش رو عوض کنم، فیل خوبش رو واقعا، و فیلم رو فعال کنم. من فیلم اینجا خوب نیست و هم اینکه خب میتونم کارهای دیگه هم بکنم دیگه در آینده. حالا فعلا باید منتظر حریفم باش. خب ایشون میخواد چیکار کنه به نظرتون؟ چه حرکتی؟ من نمیدونم میخواد چه حرکاتش رو نمیتونم حدس بزنم. واقعیتش حرکاتش یکم سخت حدس زدنشون و حالا باید ببینیم چطور میخواد ادامه بده. F4 میگم سخت حرکاتش رو حدس زدن. آخه اینجا کی F4 بازی میکنه؟ بزنه هم با اسب میتونم بزنم، اتفاق خاصی نمیافت. شاید یه فیل جی 4 ای بعدن داشته باشه. رو خاشا رو بازم وزیر به 5 داره، چیزی نمیشه. خب یه چیشی بازی کنم فعلا، یه چیشی بازی کنم. چرا دارم فکر میکنم؟ زیاد فکر میکنم. فیشر نداره این بازی، باید حواسم باشه که فیشر نداره و جایی بازی بد نشه. خب با این بزنه که با از پس میگیرم دیگه. F5 هم بازی کنه که ممنونش میشم واقعا. البته وضع سفید واقعا خوب نیست در هر صورت. خب من که گفتم با اسب پس میگیرم. الان دو تا اسب خوب دارم و حالا که سه چارش هم ضعیفه، شاهش هم از این به بعد بعد از این کارهایی که کرد یکم ضعیفه، ولی خب فعلا مهره ای ندارم که بره به شاهش حمله کنه. حالا فیل اف 6 هم هر وقت بخوام میتونم بازی کنم. البته باید مواظب باشم که جناح شاه هم یکم پوششش کمه. مثلا فیل اف 6 بازی کنم فیل در 6 داره مثلا یه جاهایی،
پس باید حواسم باشه یا رخ طرف 6 داره. یکم پوشش جناح شاه هم کمه، ولی خب میتونم جناح وزیر رو همین الان ساده کنم دیگه، یعنی این رو میتونم بازی کنم. حالا ببینیم چی بازی میکنه. یه رخ A4 مثلا استر B3 هم دارم، پیاده C4ش رو بگیرم، ولی خب پیاده B6 خودم هم ضعیفه و همینا. خب فیل F4ش کمش از D3 نیست اینجا، کمه کمش. فیل در E5 هم بزنه که با پیاده پس میگیرم. آره با پیاده پس میگیرم، وزن خوب میشه. خب یه رخ A2 بازی کنم بزنه، مشکلی ندارم با این زدن. فیل در E5 بزنه با پیاده پس میگیرم و اوکی، پیادم رونده اون زیاد زوری نداره. حالا میتونم بعدا کارهای دیگه هم مثلا S3 هم دارم. حالا وضعیت نیست خوبه، امکانات زیاده و منم نمیدونم کدومشون بهترینه. اگه وضعیت یکم بعد یه پیاده گرفتم، وضعیت مرام هم خوبه، اسپشو گذاشت D4 که جالب بود. یا فکر کنم اگه S3 بازی کنم یه چیزی طلبکار میشه. این اسبش رو باید مواظب باشم بعدا موره خیلی قوی نشه. B6 هم زیر ضرب الان. S3 وزیر در B6، وزیر در B6، رخ در B6، از طرف 4 رخ در F4، رخ در E2. تله خوبی. S3 بزنه بزنه، وزیر در B6، بازم میزنم از طرف چون. بریم اینو بازی کنیم. هم تله است، هم یه تله ایه که میتونم اگه وزیر در B6 بزنه با وزیر میزنم، با رخ بزنه با اسب میزنم تو F4 با رخ که زد. حالا رخ کیش بدم میتونه بیاد جلوش با رخ، ولی اول رخ در E2 میزنم با اسب که زد. وای 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 وای، اسبش میاد G1، اسبش میاد G1، تلمون نگرفت، تلمون جواب نداد. حالا بازی میکنیم دیگه. از G1ش رو ندیدم، ته این محاسبات از G1ش رو ندیدم. و خب پس اگه بزنه چیکار کنم؟ وزیر در C4 هم خب اینو زلش کن، حالا دیگه خوبه. حالا اگه بزنه میزنم. خب این نو زیر ضرب داره، رخاصه دارم، رخاصه ندارم مگه؟ رخاصه رو میخواد چیکار کنه؟ وزیر B5 خب رخاصه، وزیر B5، وزیرش میتونه بیاد اینجا بعدن، یکم مشکل داره. اگه وزیرش بیاد B5 میاد E8، باید حواسم جمع باشه. رو خاص وزیر B5 چیز خاصی نمیشه. خب اوکی 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 اوکی، نمیدونم باید چیکار کنم. واقعیت امر اینه که نمیدونم الان باید چیکار کنم. از طرف 4 رخ در F4، فیل F6 از C6، این یکی رو خوب بذارم ماسه فعلا، این یکی رو خوب بذارم که این رخ هم اینجا رو دفاع کنه فعلا. زمان خیلی از این به بعد دیگه داره مهم میشه، باید حواسم به زمان باشه. اسبش اینجا رو پیدا کرده، تعویض نکردیم اسبش رو، میتونه بعدا وارد خونه 3-6 بشه. بازم وزیر در B6 نداره، حواسمون به این هست. ولی خب الان میتونم یکم روی این پیاده 3-4ش هم برنامه ریزی داشته باشم. وزیر B5 وزیر B5 بازی میکنه دیگه، اینجا حرکت دیگه ای که نداره.
بله بله بازی کرد. رخا 5 وزیری 8. رخا 5 اون یکی رخ بدیم از سه بازی به سه برمیگرده. میتونم بزنم فیل و بزنم F6، اسبش میاد C6، دیگه نمیدونم چی میشه بقیهش. ای زیاد خوشم نمیاد از این ادامه. اسبش اینجا قدرتمند میشه. خب فیل F6 یه ضرب و برم. فیل F6 یه ضرب و بازی کنیم ببینیم بعدش چی میشه. از 3-6 باید بزنم دیگه، فکر میکنم باید فیلش رو بزنم دیگه، بعد رو خب بذارم A1. فکر میکنم برتریم خیلی کم شد، خوب بازی کرد و منم خوب بازی نکردم فکر میکنم. حالا در آخر بازی رو بررسی میکنیم، ولی خب فکر میکنم که برتریم خیلی کمتر شد. اسب F5، خب اینو بزنم. فکر نمی کنم اسبش اینجا خوب باشه. من میتونم رخ A1 بازی کنم. من فیلی 5 رخشو میذاره G4. فیلی 5 رخ G4 رخ A1. خوبه. خوبه، همین خوبه. رخش بذار بره اینجا که حالا رخ A1 بازی کنم. به دنبال اینه. آها نرفت. خب بلده. بلده که نباید بره اونجا. خب آیا رخ بذار... آها داره پیاده B6 هم میگیره. خب. عجب. حالا اسبش نیرومند شده. اسبش نیرومند شد. خب بریم سه سه دیگه، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم فعلا. بازی پیچیده ای میشه توی تنگ زمان. وزیر در B6، وزیر در C4، اس در D6، وزیر در D5، اس در F7 داره. اوکی پس این نمیشه. خب اینو بزنم چون اینجا میتونم برم. خب وزیر 4. فکر کنم یه کاری شد، یه طوری شد وزیر 4. اولش میخواستم D5 رو بزنم که F7 رو میزد. حالا بازیکن خوبی بود، منم زیاد خوب بازی نکردم این بازی رو، اولش هم گفتم که خیلی رو فرم نیستم. حالا مشکل اینه که وزیرش رو بذاره G1، فیل در D6 میزنم، بازم فیل در G3، رخ B2 داره. خب هرکه بهتر. آیا این نیست که با رخ بزنم؟ با فیل بزنم رخو میذاره B2. بذار با رخ GS رو بزنم ببینم چی میشه دیگه. خیلی داره از طرف F بزنه، چی کار کنم؟ رخ G1 رو با وزیر میزنه، از طرف F وزیری 4 مات میکنم، اون که هیچی. خب اینا میگیرم، F7 و زد، شاه میذارم کنار، اتفاقی نمیافته. الان تهدید اینجا رو دارم،
کیش بدم چجوری؟ آه دفاع شد. وزیر اینجا کیش. سریعترم نه نداشتم دیگه. وزیر ای4 تموم کرد بازی رو فکر میکنم. بله این بازی رو بردم. حالا نمیدونم چند تا بلادر داشتیم، چند تا چیز داشتیم. بریم گیم ریویو رو بزنیم. یه بازی طولانی شد. امیدوارم که امروز بهمون گیم ریویو بده. هیچ حرکت بریلیانتی نداشتم. سه تا گریت موف داشتم. و 13 تا بست، 6 تا اکسلنس، 3 تا گود، 8 تا کتابی، یکی بیدقتی، 3 تا اشتباه و 2 تا هم فرصت از دست دادم. بریم بازی رو ببینیم خیلی سریع. آنالیز بازی ها خیلی مهمه. خب استارت ریویو رو میگه. خب مربی chess.com هم میگه دیدار اینتنسی بوده، یعنی سخت و فشرده و اینجور چیزها، پرفشار، و برد خوبی رو داشتی و از در هیچ جایی مشکلی نداشتی. خب بریم ببینیم ای4، ای5، اینجا کتابیه، اینا رو اون علامت کتاب، خب اینا رو همه بلده، پس چیز خاصی نیست. خب فیلی دوش رو مشکوک میزنه. فیلی 6 خب خوب بوده. است 5ش خوب بوده. رخ 3ش خوبه. آیا آنالیسیس رو بزنم؟ اینا هم باقی میمونه. اینجا A5 هم وجود داره. A5 هم میدونستم وجود داره، ولی خب رخ 3-8 رو بازی کردم، قله رفت و فیل در D5 اسب 4 ظاهرا میگه خوب نیست این ادامه و برتری سفیده، ولی خب اینطوریام نیست، اینطوریام نیست. اینجا شاید آها اول اگر خب نواسش هم خوبه، اینجا باید میگه اسبشو میذاشت D2، حالا نمیدونم با چه طرحی واقعیتش. بعد G3 left و چی داری میگی؟ متوجه نمیشم. وزیر D2 رو بازی کرد. A4 هم خوب بود. اسب A5. وزیر C7 هم خوب بود. رخ C1. اسب C5 هم خوبه. رخ A8 هم خوبه. خب این تا اینجا رو که عالی بازی کردیم. فیل در C5 نزد، گفتم اینجاش خوب نبود. اوه یه تاکتیکی رو این یکی از میس هایی که ندیدم. اس در B3، رخ در B3، اس در D5. اینو من ندیدم که اگه با سه بزنه وزیر در C3 میبرم، اگرم وزیرشو برداره میتونم اس در E3 بزنم، میتونم هم رخ در B3 هم بزنم، ولی اس در E3 جالبه چون اگه رخ در A3 بزنه اس در F1 میزنم و میبرم. حالا D5 هم حتی اینجا وجود داره. خیلی اینجوری که نه چپکی نمیره فیل و بعد فیل میتونه خونه 3-5 هم بیاد. اگه وزیر در E3 بزنه فیل 3-5 وزیرش رو میگیرم. خلاصه که این یکی از امکاناتی بود که از تو بازی از دست دادم. ببینید میگه اسب FD7 نایت FD7 is a miss، یعنی یه چیزی رو از دست دادی. هرکه بدی نیست ولی از در D5 رو ندید. شاید چیه؟ رخ A8 خوب بوده. وزیر B4، B6 خوب بوده. F4 خوب. H6 میستیک. H6 هم یکی از اون اشتباهات هم بوده که اینجا خواستم خب یه نفسی باشه برای شاهم، ولی خب باید اینجا فیل F6 رو بازی میکردم. پوزیسیون فیل F6 رو میخواد اینجا. فیل بیاد F6، بعد حالا در ادامه اگه لازم شد H6 هم بازی میکنیم. فعلا که ضعف عرض آخر ندارم، عرض آخر مشکلی نداره. H6 چوب زدم واقعیتش و فیل F4 اونم خوب نبوده. حالا در هر صورت رخ A2 اینجا دیگه اینجاها رو خوب بازی نکردم. از اینجا به بعدش رو اسب 3d3 همین بهتر بود و بعد میرفتم این فیلش رو میزدم. این فیل اسبم توی خونه E5 خیلی قوی میشد و برتری نزدیک 2 پیاده دارم. اما رخ A2 رو که بازی کردم بازم خوبه بابا، بازم خوبه. اسب d4 و این دیگه اشتباه. رخ A2 بیدقتی بود، inaccuracy بود، ولی از دسم دیگه اشتباهه. اینجا باید مثلا فیل میذاشتم F6 یا فیل G5. خودم هم گفتم میخوام فیلش رو عوض کنم، فیل خوبی داره. اگه این فیلش از بازی بره بیرون اون وقت این دوتا اسب من پادشاهی میکنن، چون هیچ کسی نمیتونه کاری به اینها داشته باشه. اسب رفتیم دسه. اینجا یهو از این ترسیدم ولی خب نه چیزی نیست.
بازم اینو حساب کردم که فیلف 6 دارم. آها فیلف 6 فیل جپن با ایده فیلیسه دارم. اینجا اولش اینو حساب کرده بودم که اینو میزنم بعد کیش میدم. بعد نگو ای دل غافل است بهش میاد جیه ما ترز آخر نمیشه. ولی خب اینجا میتونستم تو بازی احتمالا فیلو میذاشتم جپن، رخش جای خوبی نداره بره و حالا فیل ایسه اینجوری سیاه میبره. پس این طرح برد رو داشتم، نعیده بودم دیگه بعضی وقتام. بعد بازم وزم خوب بود حتی اگه از این هم اتفاق نمی افتاد. اینو زد، وزیر رو گذاشت به سه، حالا میگه سه سه بهتر بود چون یه اسب فنجای که اسب منه بابا، اسب فنجایی هم داشت. بازم سیاه یه پیاده بیشتر داره دیگه، حالا یه پیاده برتری داره. حالا من هیچ جای برتری رو از دست ندادم که اینجا دیگه از دست دادم، میخواستم بگم هیچ جا از دست ندادم. رخاص اصلا خوب نیست، باید اینو میزدم، هی گفتم اینو بزنم، بعد این میگفتم از این اسبش اینجا خوشم نمیاد دیگه، دیدین دیگه. ولی خب میگه حالا وزیر رو بذار D7، نمیدونم با چه ایده ای دقیقا، احتمالا میخواد بعدش آها فیل G5 رو بازی کنین، رخ رو برون عقب، وزیر یا از F5 یا G4 وارد بازی بشه که خوبه. این طرح جالبی بود، اگه اینو میدیدم بازیش میکردم، ولی خب ندیدم. و رخ آسم یه مشکلی داره، آره وزیر رو بذار 3-2، اسب به 5 داره میاد و احتمال داره اصلا به مشکلات شدیدی بخورم اینجا، چون که حتی از طرف 4 بزنم اسب به 5 میشینه به این. حالا باز اینجوری میگه تعادل میشه کامپیوتر، ولی خب برتریم از دست رفت. وزیر گذاشت به 5، ایشون هم یه میس دیگه داشت. فیل اف 6 خوب بود، اسب اف 5 گفتم از 3-6 منطقی تر بود. دیگه زدم، دیگه زدم این مهرش رو، فیلی پنجم هم خوب بود، اومدم فیلش رو بکشونه این ور، رو خب برم آیک ببرم که نکشوند، چون الان دارم رخ در آیک و رخ در بیک و رخ آیک رو بازی میکنم. رو خب برگشت رخ سسم، میگه خیلی خوب بوده. بعضی دست سه چار هم اشتباه بوده، رخ در سه چار بزن. زد یه پیاده آخر بازی جلوی، برو ببر. خب وزیر در 3-4 دارم میرم مات میکنم دیگه، چیش بده؟ وزیر رو بذار B7، بعد بیا D7، بلمون کن بابا. حالا مثلا چی هم میشه، رو خب میذارم F8، وزیر D7 و اگه وزیر H4 کنم، او ببخشین اسبش اینجاست، اسبش اینجاست، نمیتونم تا زمانی که اسبش باشه این مسئله وجود نداره. پس اوکی اوکی، حالا وزیر D3 چیزی، بازی یکم به نفع سیاهه، ولی خواست در دشیش که زد دیگه به ما لطف کرد. رخ در جسم هم خوب بود، اینم هم خوب بود، اینم اوکی بود. وزیری چار هم دیگه بازی رو تموم کرد و ایشون ادامه نداد چون اینجا دیگه بازی تموم شد. اینم از این بازی، بازم زیاد عالی بازی نکردم و حرکات اشتباه زیادی رو داشتم. ریویو میگه چند تا. حالا در هر صورت خب حالا تفسیرهایی هم میگه، خب در وسط بازی از حریفت بهتر بودی، مثلا ریتینگ وسط بازی منو 2250 در نظر گرفته، حریفمو 250. میگه شروع بازی رو خوب بازی کردی و وسط بازی رم دیگه 86% بوده اکیورسیم یا بیشتر بوده، 86% تقریبا، خوبم نبوده زیاد. حالا دیگه چیزایی هم داره، میتونیم برین مثلا با توجه به اونا یه سری تمرین میده توی سایت chess.com. روزی یه بازی میتونین اگه اکانت پرمیوم نداشته باشین. دو تا فرصت از دست دادم و سه تا اشتباه کردم، اینا مهمترین ها بوده، بقیهش دیگه چیز خاصی نبوده. مهمترینش هم همون از درده پنج بود و رخ آسه، اون دوتا که اشتباه کردم. اوکی اینم از این بازی. ریتینگ هم شد 230، چرا زیاد بالا رفت؟ نمیدونم چرا این بالا، این سریعه یا چیه؟ بذارین یه لحظه نگاه کنم سریع و اینا شو آیه جدا می نویسه. آها رپیدم شد 230، بلیتس هم همون 1955. پس این رو سریع حساب کرده بود، حالا بعدا هم با سریع بازی میکنم، امیدواریم که به یه ریتینگ خوبی دست پیدا کنم. و امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشین. یکم آهسته تر صحبت کردم، یکم بیشتر توضیح دادم بازی رو و اگر خوشتون اومده لایک رو بزنین، کامنت بنویسین و شطرنج و زندگی هم لذت ببرین.